دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در بیانیه مشترکی که در حاشیه همایش سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در ویتنام منتشر کردند، بر لزوم یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند. در این بیانیه تصریح شده که بحران در سوریه راه حل نظامی ندارد. در همین حال آمریکا در مانورهای نظامی جداگانه با کره جنوبی و ژاپن قدرت نظامی خود را علیه تهدیدهای کره شمالی به نمایش گذاشته است. مهدی آرامی و جزئیات بیشتر در این باره. پرزیدنت ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در بیانیه مشترکی که در حاشیه همایش سازمان همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه موسوم به اپک صادر شد، بر ضرورت نابود ساختن داعش تاکید گذاشتند. بیانیه میگوید رهبران دو کشور اتفاق نظر داشتند که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید برای دستیابی به راه حل سیاسی تلاش کرد. دو رهبر همچنین بر حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند و از طرفین درگیر در بحران خواستند توافق‌های ژنو را پایه و اساس راه حل قرار دهند. این بیانیه توسط وزارت خارجه روسیه منتشر شد. رویترز به نقل از کرملین گفت متن بیانیه از طریق هماهنگی بین وزرای خارجه دو کشور، سرگئی لاورو و رکس تیلرسون تدوین شده است. در همایش اپک امروز 21 کشور عضو با صدور سندی از تجارت آزاد و روابط نزدیکتر اقتصادی حمایت کردند، بدون آنکه به نگرانی‌های آمریکا و سیاست موسوم به اول آمریکای پرزیدنت ترامپ اشاره‌ای شده باشد. پرزیدنت ترامپ پیشتر در این همایش گفته بود با توافق‌های تجاری بزرگ مخالف است و دیگر اجازه نمی‌دهد با استفاده از این توافق‌ها از آمریکا سوء استفاده شود. من توافق‌های تجاری دو جانبه با هر کشوری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام را که بخواهد شریک تجاری ما باشد و موازین تجارت دو جانبه و عادلانه را رعایت کند امضا می‌کنم. آنچه دیگر انجام نخواهیم داد ورود به توافق‌های بزرگی است که دست‌های ما را می‌بندد، حق حاکمیت ما را نقض می‌کند و اجرای توافق‌ها را غیر ممکن می‌سازد. آمریکا و کره جنوبی امروز شنبه مانور دریایی خود را در غرب اقیانوس آرام آغاز کردند. سنا و هواپیمابر آمریکا نیز فردا یکشنبه در رزمایش جداگانه با آخرین ناو جنگی ساخته شده ژاپن شرکت خواهند کرد. سنا و هواپیمابر آمریکا می توانند حدود 200 جت جنگنده از جمله F-18 ها را در عرشه خود حمل کنند. ژاپن همچنین دو ناو هلیکوپتربر و دو کشتی اسکورت خود را برای تمرین‌های نظامی در دریای ژاپن و دریای شرق چین مستقر خواهد کرد. هدف از نمایش توان نظامی آمریکا به همراه کره جنوبی و ژاپن در زمان دیدار پرزیدنت ترامپ از کشورهای آسیایی ایجاد فشار بیشتر بر کره شمالی است. مهدی آرامی، صدای آمریکا.